وقتی سینا پارسیان خودش ترک میده، یعنی اینکه ترانه و ملودیشو واگذار نمیکنه، به نظر من شخصا شنیدنی تره، هرچند که نمیشه اصلا قضاوت کرد و بالاخره اینم کارشه، ولی خود من شخصا دوست دارم تموم ترانه و ملودی ها رو با صدای خودش بشنوم، و اگر چی میگن وسع مالیم اجازه میداد حتما یه نمیدونم اسپانسری یه هر چی کاری میکردم که خودش بخونه فقط. و بریم حالا جدیدترین آهنگش مستی منتشر شده، 2:59، لنگ اون یه ثانیه نیستیم، 3 دقیقه روند، بریم بشنویم که چه کرده حاج آقا پارسیان. برو بریم. او مستی من یه تیکه کوچیکی از این آهنگ توی اینستاگرام شنیدم و به نظرم خیلی شنیدنی بود، یعنی اصلا نمیدونین چجوری گذروندم تا برسم به الان. برو بریم. به مستی شب سپریشه دیدار بمونی شاید از عشقت خبریشه، میگن عشق به همین حال بدی و درب دریشه، شکستی با دل سنگت منو بشیشه. جنس ترانه، جنس تحریرایی که سینا داره میزنه به نظرم خیلی جذابه، و از اون جذابتر اینه که در واقع آره میشه گفت بعد از مدت ها سینا پارسیان تونسته باز با یه تنظیم کننده دیگه کار بکنه، که این اتفاق هم به نظر من اتفاق معمولی نمیتونه باشه. یعنی خب اکثرا دیدیم که این اواخر سینا پارسیان اکثر کاراشو تنظیمشو خودش انجام میداد، حالا یا میتونه وسواس باشه یا میتونه اعتماد به نفس خیلی زیادی باشه یا چی، اینکه 0 تا 100 کار خودت ببندی به نظر من خیلی ریسکیه، یعنی هم قدرت خودتو داری مانور میدی روش، همین که ریسکیه، لبه پرتگاه، یعنی ممکنه خب بالاخره تو یه جایی دیگه شاید مثلا نتونی اون کیفیت اولیه رو چیز کنی، چون گوش خودت هی داره عادت میکنه به شنیدن مثلا کاری که خودت ساختی، اون خلاقیتش حس میکنه یه کوچولو کم رنگ میشه، وقتی حالا اکثر کسایی که 0 تا 100 کار خودشونو میبندن حس میکنم همچین اتفاقی میفته، که بعد از یه مدت اگر خیلی از آرتیست ها نگاه بکنید مخصوصا مثلا توی سبک پاپ، مثلا کسی که آهنگساز بوده، کسی که ترانه‌سرا بوده، بعد از این مدت حالا اون به نظر اون کسایی که با سیاستن این حرکت انجام میدن که میان واگذار میکنن، یعنی مثلا میگن که خب من نمیخوام، میتونم مثلا ترانه این آهنگم خودم بنویسم، اما دلم میخواد مثلا از قلم یه آرتیست دیگه هم استفاده بکنم، یا مثلا میتونم خودم ملودی بسازم اما ترجیح میدم یه نفر دیگه بیاد این کارو بکنه، یه نفر که مثلا از بیرون داره منو میبینه، کارای منو میشنوه، شاید مثلا یه نقطه تکراری توی کارای من باشه که میخوام اون دیگه نباشه. اتفاقی که افتاده داشتم میگشتم که پستشو پیدا بکنم. خب ترانه و آهنگ خود سینا پارسیان، تنظیم علیرضا افشار، و ستار و گیتار و این داستان ها با کیاندارا که مثل همیشه میرسیم از اینگه هم سعید صالحی. برو بریم ادامهش. ستار چی میگه؟ نمیتونم ببرم
تو از یاد ای داد ای داد دل من بعد تو دلداری نمیخواد ای داد ای داد رفتی و عشق تو از سکه نیفتاد ای داد ای داد اتفاقات بدی بعد تو رخ داد اتفاقات بدی اتفاقای بدی بهتر نبود آیا؟ حس میکنم اتفاقات یه جوری بود نمیدونم شاید هم نه اتفاقات بدی بعد تو رخ داد به مستی دلم برای این تحریرای سینا پارسیان توری واقعا تنگ شده بود و چقدر خوبه که این آهنگو خودش اجرا کرده واقعا یعنی این آهنگ با هر صدایی جز صدای سینا پارسیان حس میکنم که به این قشنگی نمیشد و یکم هم حال و هوای این آهنگ من رو یاد آهنگ ماهش انداخت ماه سینا پارسیان نمیدونم شنیدین یا نه ولی اگه نشونی بریم بشنم یکی از قشنگترین کاراش به نظر من بدی بعد تو رخ داد به مستی شب سپریشه دیدار بمونی شاید از عشقت خبریشه میگن عشق به همین حال بدی و در به دریشه شکستی با دل سنگت منو شیشه بشیشه خیلی تشبیهاشم به حاله ها یه شکستی دل منو خب با دل سنگت شیشه بشیشه یعنی دل تو سنگ سنگو به شیشه زدم سنگو به شیشه اینجوری عاشق آره همون برو یه وکال نداریم یعنی حیفه واقعا حیفه اگر وکال نداشته باشه خدایی خفن بود خدایی هر جور حساب کنیم خفن بود علیرضا افشار رو من حس میکنم آخرین بار اسمشو کجا دیدم اسمشو یه جای خوبی دیدم نمیدونم توی آهنگای کیود آهنگ کی بود اسمش خیلی آشناس برام بذار ببینم پیجشو باز کنم آیا او باطل شادمهر همین بوده احتمالا باطل شادمهر تنظیمش با علیرضا افشار بوده دیگه چه کارایی داشته قبلن یه قبلن با فرزاد فرزین هم کار کرده با رضا صادقی هم گفتم خیلی اسمش برای من آشناس اما هی یادم نمی اومد که کجا دیدمش دمتون گم دمش گرم سینا پارسیان که همچین ترکی داد یعنی ما به این آهنگایی با کیفیت توی مارکت واقعا نیاز داریم یعنی هر از چنگاهی یه همچین آهنگی با کیفیتی بیاد بشوره ببره خیلی از آهنگایی که اصلا نباید توی مارکت منتشر بشن چه برسه به این که منتشر بشن و هیت هم بشن این بده لینک یوتیوب این آهنگ رو میذارم توی دیسکریپشن مثل همیشه میتونید برید از اونجا موزیک رو بشنوید حمایت کنید استریم کنید آنلاین بشنوید از توی یوتیوب یا اسپاتیفای اگر دارین و
باز توی دیسکریپشن لینک خرید قابای راوی هم گذاشتم که اگه دوست داشتین قابای راوی اینجا هستن توی بکگراند، میتونین آهنگ مورد علاقتون رو قاب کنید، حالا یا با کاور خود آهنگ یا عکس شخصی که دارین. قابلیت شخصی سازی داره، هم برای یادگاری خوبه هم برای هدیه دادن. به جای اینکه آهنگ رو بفرستی قاب میفرستی، خیلی شیک‌تر هم هستش. راوی اگه دوست داشتین بهشون پیام بدین. خیلی چکریم، مراقب خودتون باشین، سابسکرایبتون نذارید، زنگوله کنارش لایک کامنت قربان شما مستر چک.